حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مراسم یادبود از سومین سالروز ترور برهان الدین ربانی از اخبار مثبت در مورد انتخابات خبر داد. آقای کرزی که در این مراسم درباره کارنامه های برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح صحبت میکرد بیان داشت که با رهبران جهادی در این باره دیدار میکند. این مراسم در خیمه لوی جرگه با تدابیر شدید امنیتی برگزار شده بود. رئیس جمهور کرزی با اشاره به خوشبینی خارجی ها در سالهای نخست که درباره وی صحبت میکردن اشاره کرد و افزود که اکنون ثابت شده است که انگامی که منفعت افغانستان است خارجی ها به توهین روی می آورند. من از این محفل راسن میرم و ترتیب مجالس دیگر میگیرم که انشاءالله پسانتر رهبرای جهادی ما و بزرگان ما و کاندیدان ما دو مجالس باشند تا خبرهای خوشی به ملت افغانستان داشته باشیم. در همین حال صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان با ستایش از تلاش‌های برهان الدین ربانی در دوران جهاد و ریاست شورای عالی صلح بیان داشت که اگر 13 سال قبل در تداب‌گذاری حکومت دقت صورت می‌گرفت افغانستان با این گونه دشواری‌هایی که اکنون با آن مواجه شده است دچار نمی‌شد. همان گونه که برای کسب حکومت مبنای مشروعیت مشروع ضرور است، برای بقا و استمرار حکومت نیست تداوم مشروعیت و اعتماد مردم ضرورتی جدیتر است. حکومتی که مشروعیتش ضعیف باشد مردم هم به آن اعتماد نخواهند کرد و یک حکومت بسیار ضعیف و ناکارا خواهد بود. از جانب دیگر عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران جهادی کشته شدن افراد ملکی و سربازان را از سوی گروه ها از دیدگاه دین اسلام حرام و ناروا دانست و افزود کسانی که دست به چنین کارهایی می زنند بر بنیاد حکم اسلام کافر هستند.